بسم الله الرحمن الرحیم. تعقیب درس های کرونری آرتری دیزیز درس دوم است. بعضی اوقات مریضا کرونری آرتری دیزیز نداره، اما امکان داره که ما شما والموشن اب نرمالیتی را در پیش مریضا تشخیص بکنیم. یک حالت هایی بود که مثلا مریض کاردیومیوپاتی داره یا آرت فیلر داره، موشن خوب نیست، یک والموشن اب نرمالیتی داره. یکی حالت هایی است که مریض والموشن اب نرمالیتی نداره، مگر به چشم ما شما ایتو میخوره که می داشته باشه، اصلا نداره. مثلا در مریضایی که کاندکشن سیستم بیس اب نرمالیتی داره، مثلا لفت بندل برانش بلاک داره، رایت بندل برانش بلاک داره، پریمچور وینترکولر کانترکشن ها داره یا وینترکولر پری اکسایتیشن داره، در تمام از حالت ها یک قسمت مایوکارد تیز دیپولارایز میشه، یک قسمت دیگه یک ذره بعدن دیپولارایز میشن. مثلا اگر مریض ایتو باشه که لفت بندل برانش بلاک داشته باشه، سیالا که از ایسی نوت می ده ایوی نوت، از ایوی نوت ده لفت بندل میره، ده رایت بندل میره. اگر این لفت بندل بلاک باشه ده ایجا، از ایجا قطع باشه، سیالا از طریق رایت بندل ایتو داخل میشه، رایت وینترکلر دیپولارایز میکنه، از او طریق باز می لفت وینترکل به شکل دیپولاریز میکنه. سیاله در سیستم خود کاندکشنش وقتی که حرکت داشته باشه سرعتش زیاد است، وقتی که در سیستم اصلی خود نباشه در این قسمت ها سلو حرکت میکنه. پس اینی پوستیرور وال یا لترال وال بوتنی چپ که است دیر با دیپولاریز میشه، دیر با دیپولاریز میشه، کانترکشن ازی یک ذره به تاخیر است. دالت نرمال هم مثلا سیاله اگر ایجا بلاک نباشه، ای سیاله که ترمه تا ایجا را که میرسه ای یک ذره به تاخیر است، یک ذره تیزتر است، مگر هم او را ما شما احساس نمیکنیم. 20 میلی سیکند یا 10 میلی سیکند اینقدر تاخیر است که او را ما شما احساس کردن نمیتونیم که به تاخیر تقلص کرد. دالت که بلاک باشه ای جدار دیر با تقلص میکنه، وقتی که دیر با تقلص کرد شما ایجا به قلب میبینین که چی رقم کانترکشن میکنه، این سپتام کانترکشن میکنه، این در جای خودش استاد است. شما ای تو فکر میکنه که اینی لاترال وال اصلا کانترکشن نداره، با وجود ایزی که این وقتی که تقلص کرد این باید پسان تقلص میکنه، دیر باید تقلص میکنه. اکثرا وقتی که وال موشن ما شما میبینیم با قلب به طرف مجموع میبینیم، کل سگمنت ها رو باید ببینیم که به این شکل یک جای حرکت بکنه. برای تشخیص ازی که غلط نکنیم، در مریضایی که بلاک داره، دیسم کرونی داره یا پریمچور وینترکولر کانترکشن است، در پریمچور وینترکولر کانترکشن هم ایتو فکر بکنید که یک پریمچور بیت از اینجا شروع شد، از اینجا که شروع شد ای جدار تیز دیپولارایز میشه، این قسمت دیر با دیپولارایز میشه. در این صورت ما شما هر سگمنت جدا جدا میبینیم. مثلا سر ازی جدار چشم پت میکنی، این که تیزی مقایسه نمیکنی در کانترکشن، تنها ای جدار رو میبینی، ای سگمنت میبینی کانترکشن داره، ای داره، ای داره، ای داره، نداره. هر کدام اگر جدا جدا ما شما فکر خود بگیریم باز غلط نمیشه، برای که یا کانترکشن داره یک ذره دسنکرونی نیست، ای جدار که تیزی همزمان نیست. مثلا در پاراسترنال شارت اکسس ویو در ایجا وال موشن اب نرمالیتی بسیار واضح معلوم میشه. در اینجا اگر تمام سگمنت ها رو ما ببینیم که چطور بوتن کانترکشن میکنه، در این صورت یک قسمت کانترکشن میکنه، یک قسمت مانده. در این صورت اگر ما شما ایتو بکنیم یک دفعه اینی انتریور وال ببینیم که موشن داره یا نداره، ایره که دیدیم باز ببینیم که انتریور لترال در سیستول زخیم میشه نمیشه، ایره که خلاص کردیم پوستیرو لترال موشنش رو میبینیم، انفیرور وال رو میبینیم، با مشکل سپتوم رو میبینیم. هر سگمنت اگر جدا جدا شما سیل بکنین هیچ وقت غلط نمیشه. یعنی مشکلی که دکتر که ایکو میکنه که تازه فارغ شده دینمی جویا بعضی اوقات راپور میده که مریض یا اسکیمی داره یا هایپوکینتیک است یک جدا یا کینتیک است، برای اینکه او در مجموع میبینه، در مجموع میبینه که قلب چطور است، ای جدارا کانترکشن میکنه، ای جدار جام مانده، درست؟
ایره که ای جدار که کتیزی دیگرهاش مقایسه میکنه فکر میکنه که ای اکینیتیک است. داله که اگر شما ای سگمنت جدا ببینین خوب متوجه شوین ای کانترکشن میکنه مگرم کتیزی دیگرهاش یک جای نی. امی کار در مریض هایی که رایت وینتریکل اوورلود است یا پرشر اوورلود است یا والیوم اوورلود است یا کانسترکتیف پیریکاردیت است در پیش از این مریض ها معمول رقم یک چیزی دیده میشن در مریض هایی که کورپولمونال هستن در پیش از این مریض ها بطین چپ در زیر فشار است انتر وینتریکولر سپتوم از طرف راست از این طرف زیر فشار است این سپتوم او طرف خود آواز کردن نمیتونه زیر فشار است به او خاطر بعضی اوقات شما فکر میکنه که این سپتوم بخی اکینیتیک است اصلا موشن نداره داره که از اون طرف زیر فشار است همین فشار ها امکان داره از بیرون از پیریکارد باشه مثلا در اینجا شما یک کانسترکتیف پیریکاردایتس دارین پیریکارد بسیار زخیم است این جدا رو نمیمونه که پیش سر بره در این صورت هم اگر موضوعی خوب فکرتان بگیرین جای در جای عضله زخیم میشه تنها پشت سر رفتن نمیتونه در مریض های دیگه که است ما شما حرکت این رقم میبینیم جدا را میبینیم که جدا را از جای خود به جای میشه در کانسترکتیف پیریکاردایتس یا در مریض هایی که این طرف از طرف راست یک جدار زیر فشار است یا یک مریض است حامل است از طرف بطن اینفیرور وال زیر فشار است یا اساسیتس داره مریض یا کدوم تومور داره هر حالتی که باشه که یک جدار زیر فشار باشه او که زیر فشار باشه باز شما هم جدار رو میبینید که پشت سر رفتن هم میتونه مگر جای در جای میبینید که زخیم میشه جای در جای فقط اما حرکت آزادش از بین میره جای در جای زخیم میشه این چیزایی است که اگر خوب متوجه شوین غلط نمیشه اگر نه که سرسری دیدین شاید جای اکینیتیک یا هایپوکینیتیک یک چیز را پر بتین می نیسی اسکیمی در ایکو ما شما می تانیم که مریض های چسپین ارزیابی بکنیم تمام امراض که در سیستم کاردیوواسکولار است و او سبب چسپین میشه تمام ازی را در ایکو تشخیص کرده می تانیم یا 100% یا یک آیدیا در موردش داده میتونیم که میتونی یک چیزی شاید باشه درست؟ دردهایی که در سیستم کاردیوواسکولار تولید میشه بیشتر ازی از خاطر ابستراکشن است یا استنوز است در مقابل فلو در مقابل جریان وقتی که مانع ایجاد شوه درد تولید میکنه در این دردا مثلا مریضایی که کوارتیشن ابهر دارن یعنی قوس ابهر است در این قسمت یک تزایق است در مقابل فلو که تزایق باشه او سبب تولید درد میشه کورتیشن بسیار باسانی در یکو تشخیص کرده میتونیم با مشکل اگر اورتیک ستینوز باشه اورتا در ایج ستینوتیک باشه اورتیک ستینوز در یکو تشخیص کرده میتونیم با مشکل اگر الویوتی ابسترکشن باشه ای بطینی چپ مثلا اینی جلف فینتریکل اوت فلو سپتوم در این قسمت زخیم است الویوتی ابستراکشن است این را تشخیص کردن میتونیم کورونری آرتری اگر کدام مشکل داشته باشه مثلا در اوج باز ما شما وال موشن اب نورمالیتی رو میبینیم یک آیدیا داده میتونیم که شاید همین کورونری آرتری دیزیز باشه مریض هایی که پلمونری والف ستنوز داره اونا چسپن تولید میکنه او را تشخیص کردن میتونید که پلمونری ستنوز است یعنی مریض هایی که پلمونری ترومبیمبولیزم میتن یک شریان بندش پیدا میکنه یک چسپن پیدا میکنه برای ازو باز شواهد داریم که رایت وینتریکل دایلیت میشه درست فشارش بلند میره دفعتا در بخش پلمونری هایپرتنشن و موضوعات هم شما خواندیم و به مو شکل غیر از این تضایقاتی که در داخل شریان به وجود میاد اگر اورتا دایزکشن بکنه دایزکشن اورتا رو باز خود بحث اورتا میخونیم این را این انتیمال فلاپ ما شما بسیار با آسانی دیده میتونیم اگر اورتا بسیار دایلیت شده باشه دایلیتیشن بیش از حد شراین
یک درد کند دوامدار تولید میکنه. ای که چی انیوریزم پلمونری آرتری باشه یا از آورتا باشه امکان داره سبب درد شه و ایره ما شما تشخیص کده میتونیم. اندوکاردیتیس، مایوکاردیتیس و پیریکاردیتیس این چیزی است که البته التهاب ما شما با مشکل است که تشخیص بکنیم. خواه حد یقل همو دریافته های زیره مثلا در اندوکاردیتیس همو ویژیتیشن امکان داره ببینیم. در مریضی که مایوکاردیتیس داره در اوجه موشن سیستولیک فانکشن دیاستولیک فانکشن اینیا خراب میشه او رو میبینیم و در پیریکاردیتیس امکان داره پیریکاردیلی فیژن یا کنسترکشنی که تولید میشه او رو مشاهده بکنیم. پرولپس دسام میترال درد تولید میکنه او رو امکان داره ببینیم. تومورایی که در داخل قلب است امکان داره ده سبب تولید درد شوه تومورا رو دیده میتونیم و اگر چیزی نباشه باز امکان داره اینمی درد منشه خارج قلبی وایی داشته باشه. امکان داره مریض یک سرویکال آرتروز باشه یا مریض در پلورایتس داشته باشه یا نمونیا باشه یا در رفلوکس ازوفاجیت باشه درست یا پانکراتیت باشه یا گال بلر استون و گپا داشته باشه. این چیزا خارج قلب است اینیا رو ما شما تشخیص کردن نمیتونیم درست. حداقل امو امراضی که مربوط سیستم قلبی وایی است اینیا رو ما شما کلش باید بپولیم تمامش که پولیدیم این چیز از امراض پیدا نکردیم بعد از او بس میشه برای مریض برای دکترش نوشته کنی که نو ابنورمال فایندینگ تو دیسکرایب چست پین درست. برای چست پین مریض کدام دریافت نداشتم من. یعنی وقتی که جمله رو نوشته میکنی با معنی از اینکه امراض کلش دیدی پولیدی پلمونری ترومبویمبولیزم رد کردی پلمونری استنوز دساما کلش جور بوده آورتا جور بوده نه کوارتیشن داشته نه دایزکشن و نه ای چیز وال موشن جور بوده این چیزی نبوده دیگه کدام ویجیتیشن و تومور و پیریکارد جور بوده این کلی گپا جور بوده در اون صورت باز ما شما نشته کده میتونیم که ما چیزی پیدا نکردم برای چسپنی مریض که باز دکترش تحریک کنه امراضی که خارج قلبی وایی است و سبب چسپن میشه. در مریضایی که اکوت مایوکاردیال انفارکشن داره در این مریضا ما شما امای یا تشخیص میکنیم یا امکان داره ردش بکنیم. البته ایکوکاردیوگرافی نظر به معذرت هایی که داره همیش رد کردن نمیتونه امای مگر بعضی اوقات رد میشه. مثلا دیروز مریض که اومده بود که بود مریض چسپن داشت اگزرشنال چسپن داشت وقتی که مریض که جز جان اومده بود وقتی که حرکت میکرد درد تولید میشد. دردش خاصی یک آنجن داشت ما گفتیم شاید اسکیمی باشه. وقتی که ایکو کردیم اورتیک استنوز بود درست خود تقریبا اسکیمی دیگه رد شد یک علت دیگه چسپن ما شما برش پیدا کردیم. در این صورت باز اکسکلوژن کرده میتونیم در دیگه حالت ها یک ذره مشکل است یا ای که مریض یک اورتیک دایزکشن است یک چسپن شدید داره شما بوتای نمیبینید والموشنش کلش جور است هیچ مشکل نیست اورتا را که میبینید میبینید که دایزکشن داره پس علت پیدا شد ما شما اکسکلود کردیم اما اسکیمی را یک علت دیگه برش پیدا کردیم و اگر والموشن اب نورمالتی داشت خود تشخیص مریض تایید شد در ECG تغییرات داشت ولی ما شما تایید کردیم. چقدر مایوکارد در اسک است ایر اگر ما شما پرفیژن میجینگ بکنیم کانتراست زرق بکنیم اما پرفیژن دفکت پیدا بکنیم باز ما شما دیده میتونیم که اینقدر ساحه دفکت داره هیچ پرفیژن نداره یا اینقدر جای دیگه مواد کانتراست کمتر داخل شده این ساحه معروض به انفرکشن است درست. انستیبل هیمودینامیک در مریضی که ایمای دارد تشخیص کردن میتونیم مثلا مریضی که مایوکارد انفرکشن است دفعتاً در شاک رفت ما شما ایکو میکنیم اگر مریض پمپ فیلر باشه سیستول خراب شده باشه ما شما میگیم علتش همین است. اگر مریض یک سیویر میترال رگوجیتیشن پیدا کرده باشه میگیم همی علت است. اگر مریض وینترکول سپتال رپچر پیدا کرده باشه یا فری وال رپچر پیدا کرده باشه میگیم که علتش شاک نمی چیز است. اگر اون نباشه امکان داره مریض یک بتا بلوکر این بتا رو دکتر برش داده به خاطر اسکیمیش امکان داره فشار را دراپ کرده باشه یا مریض دیهیدری شده باشه درست. کمپلیکیشن های مایوکارد انفارکشن تقریبا کلش ما شما دیکو دیده میتونیم البته با استثنای آریتمی که میتن آریتمی خود در ای سی جی تشخیص میشه. غیر آریتمی دیگه مکانیکال کمپلیکیشن ها که است کلش دیکو تشخیص میشه پس اون یک به یک کلش میخونیم. وی بال مایوکارد ما شما دیده میتونیم که کدام مایوکارد زنده است اموستون دو هیبرنتینگ مایوکارد
و پیش مریضا ریسک استراتیفیکیشن کده میتونیم کدام مریضا انظار خوب داره کدامش خراب داره. کمپلیکیشن های مایوکاردال انفارکشن، اینی کمپلیکیشن هایی که مربوط به اریتمی ها میشه، مثلا سیستولیک دیس فانکشن است، رپچرا در جایی که به وجود بیاید، ریگورجیتیشن است، لفینتریکال ترومب اگر به وجود بیاید، پریکاردال فیژن و تامپوناد و رایت وینتریکال انفارکشن و ال وی او تی ابستراکشن است، به اون شکل انفارک اکسپانشن است، وینتریکولار انیوریزم است که دوجه ترو انیوریزم و سیو انیوریزم و لفینتریکال ترومب است. اینی میکانیکال کمپلیکیشن است که یا فانکشنال کمپلیکیشن است که وظایف خراب میشه یا کدام مشکل دیگه به وجود میاره، تقریبا تمام میشه دیکو مو شما تشخیص کدام میتونیم. یک مریضی که دا کاردیوجنیک شاک میره، پیشتر که گفتیم اگر سیویر لفینتریکال فیلر باشه یا کدام جای رپچر به وجود آمده باشه، تامپونات به وجود آمده باشه، کدام رگورجیتیشن شدید باشه، ال وی او تی ابستراکشن باشه، ال وی او تی ابستراکشن ده بخش ام آی باز ما شما میخوانیم پسان رایت وینتریکال انفارکت باشه یا آدر کومربیت النس باشه و دیگهش خوب باز اینیا را که ما شما رد کردیم امکان داره به اون طرف فکر بکنیم. نمریزی که ام آی پیدا میکنه در پیش از اینا ریمودلینگ به وجود میاره. ریمودلینگ چینج ان شیپ اند دایمنشن است، مطلب شکل بوتین تغییر بکنه. می ریمودلینگ است این بوتین چپ که است به این شکل بولت شیپ یک منظره داره یا بیضوی وار یک چیزی است، درست؟ دیگه اگر امی منظره تغییر بکنه ما شما میگیم که ریمودلینگ به وجود آمده. مثلا مریض پیشتر بوتای این رقم بود این به شکل بود اپکس که باید کوچک باشه نیست، ولی یک ذره دایلیت هست، یک ریمودلینگ هست یا بوتای این دایلیت شوه. مریضایی که اسکیمی داره نظر به ای که چند سگمنت بوتای این چپ معروض به اسکیمی شده، ریمودلینگشون فرق میکنه، درست؟ امکان داره که جدارای سگمنت های زیاد مصائب اسکیمی باشه و این جدارای زیاد امکان داره که سبب دایلیتشن بوتین شه. البته بوتینات که دایلیت میشه ای تو عرض زیادتر دایلیت میشه نظر به اینکه از طول دایلیت شوه، با او خاطر امکان داره که بوتین شکل مدور به خود بگیره، مثل یک مریضی که دایلیتد کاردیومیوپاتیس این تو از عرض طولانی شوه. وقتی که بوتین ایتور دایلیت میشه انولوس کم بلند میره، باز اینجا امکان داره که رگورجیتیشن به وجود بیاد، خود رنگ یا مو انولوس دسام مویترال وقتی که کش شد فاصله پیدا میشه، یک رگورجیتیشن به وجود میاد که باز اوزن هم از سبب ازو امکان داره که دایلیت شوه. خب در مریضی که مایوکاردال انفارکشن داره در اینجا ایکو در تداویشان رول داره. به خاطر چی رول داره؟ مثلا شما مریض میبینین که اسکیمی داره، درست؟ اسکیمی داره، این مریض وقتی که تغییرات سی جی داشت اوجا شما والموشن اف نورمالیتی دیدین، بازی را شما پیش بینی کرده میتونه که این مریض پی سی آی بره یا نره، درست؟ مثلا شما یک جدار میبینین، جدار فایبروز تحسس کرده، فایبروز تحسس کرده، آیدیا داده میتونه برای دکتر که انمی جدار فایبروز تحسس کرده، شما اگر این ریواسکولاریزم بکنی فایده نداره، درست؟ این ویبل نیست، مایوکارد زنده نیست، برای پی سی آی ضرورت نیست، میدیکل تریتمنت پیش بر. یا مریض هایی که سیویر سیستولیک دیسفانکشن داره در ایکو، اونو مریض ها در انجیوگرافی یک ریلیتیف کانتر اندیکیشن داره، به خاطر مریضایی که سیویر سیستولیک دیسفانکشن داره. شما مریضایی را که 20% اجکشن فرکشن داشته باشه، 25% یا 15%، اینو را که روان میکنین اونو انجیوگرافی نمیکنین، کار میکنن پس روان میکنن، میگه امیت دوای تا پیش بر وقتی که اجکشن فرکشن 30% زیاد شد باز بیا دیگه. اینی را ما شما پیش بینی کردن میتونیم، مریض که کو کدی اجکشن فرکشن و گپوش معلوم میشه، باز هم کسی که انجیوگرافی میکنه است با خودم میمونه که من بکنم این کارو نکنم، چقدر ریسک دارم این کار اگه پیش از این مریض بکنم دیگه. و دوایی را که مثلا دکتر برش انتخاب میکنه، یک آیدیا داده میتونیم که در اینمی مرحله اینمی دوای خوب نیست. مثلا یک مریض است اپیکال انیوریزم داره،
و LVOT obstruction دارم. مثلا یک مریض apical ballooning syndrome است. یعنی apex into dilatus قسمت بازال سپتوم که است؟ هایپرتروفیک است، هایپردینامیک است. این مریض اگر دکترش بخواه که دوجکسین بتا کانترکشن ها از قسمت ها قوی میشه. این کانترکشن ها که قوی شد این فلور نمیمونه که خارج شد، درست؟ حادثه دیگه هم ورس میشه. مریض هایی که در هارت فیلر هستن البته از ایسکیمی شون یک ذره دیر وقت گذشته، یک 20 روز 30 روز گذشته، باز دکترها بعضی اوقات به خاطر اسرت تنفس مریض وقتی که دیگه تداوی فیل شد باز روی میارن طرف دیجکسین میگه بیا میره بتمشه اگه خوب شه. فکرت هست؟ دیگه این رو ایدیا دادم میتونیم که می مرحله اینمی دوایت خوب نیست، یا مثلا دیوریتیک میتی فورس دیوریز میتی برزیم مریض خوب نیست، اینجا کانترکشن ها دیگم چیز میشه جاف که خالی باشه یا قوی کانترکشن میکنم. ایدیا دادم میتونیم در میدیکل تریتمنت برای مریض هایی که ضرورت دارن که سرجیکل ریوسکولاریزیشن شوه، یک قسمت زیاد بوتین مثلا تریویزل دیزیز است. تریویزل دیزیز ما شما وقتی مریض ها رو اکو میکنیم ایدیا دادم میتونیم که این مریض تحمل عمل جراحی را داره یا نداره، حداقل ایدیا برشون دادم میتونیم. یا برای دکتر ایدیا دادم میتونیم که نمی مریض برای سرجیکل وینترکولار رزکشن مساعد است. مثلا یک مریض است بوتینش این تو رانیوریزم داره، ای جمعش کلار تشکل میکنه، جدارای از ایره که میبینی نزد فایبروتیک است، ای از بین رفته. بینی مریض اینی اپکس اصلا ضرور نیسته، غیر از اینکه جنجال جور کنه، ایجا غیر از اینکه ترومب تشکل بکنه و آمبوله بیته و هیچ فایده برای این نداره. برای اینکه اپکس انیوریزم است، جدا را مثلا اکینیتیک است، فایبروز تحسس کده، برای این مریض ها سرجیکل وینترکولار ریزکشن میکنن. این قسمت ها. البته زیادتر اندوکاردر رستوریشن است. این اندوکارد اینجا میدوزن اینجا. اندوکارد که دیجا دوختن اینیش اضافی میمونه اون طرف. درست؟ و او چیزی است که کار نمه. و ای را ما شما تنها در یکو تشخیص کده میتونیم که اپکس بوتین چقدر دایلیت است؟ آیا در سیستولیک فانکشن سهم میگیره؟ به درد از این مریض میخوره یا نمیخوره؟ یا روز بروز دیگه هم دایلیت شده میره؟ دیگه هم حادثه را وخیم کده میره؟ ای را پیش بینی کده میتونیم برای مریض هایی که میرن به می طرف. برای اینا ما شما پیش بینی کده میتونیم که پاسیف کانسترنت دیوایس برشون پردیم. مطلب شما یک مریضی که اپیکال انفرکشن داره، مریضی که اپکسشان انفرکت است، اینی قسمت اینی را یک ذره نظر به دیگه مریض ها ما شما تیستیز فالو اپ میکنیم، بسیار تیستیز فالو اپ میکنیم، بخاطر ازی که اپکس بسیار تیستیز دایلیت میشه، بسیار زود زود دایلیت میشه، بخاطر ازی که این منظری اصلیشه که ما شما چیز کنیم ببینیم. اپهر دیجاست، مایترال دیجا، خون وقتی که دیجا جمع میشه در بوتین در زروه دیجا که جمع میشه این اپکس باید کانترکشن خوب قوی داشته باشه که این خون این طرف بالا اجکت بکنه. اگر اپکس انیوریزم بته یا اسکیمی بته این قسمت مصاب اسکیمی شوه، اینی قسمت ها که کانترکشن میکنه مثلا این قسمت این قسمت این قسمت ها که کانترکشن میکنه فشار دیج زیاد میشه، ای اپکس طرف پایین آمده میره، اپکس آیسته ایسته ای طور دایلیت شده میره، تیز انیوریزم میسازه، ریمودلینگ دیج تیز با وجود میه، چون این قسمت ها که کانترکشن میکنه ایجا که فشار زیاد شد سرزی دیگه هم فشار آورده میره و ای دیگه هم میطرف آمده میره. برای این مریضی که اپیکال اسکیمی داره فالو اپشون بسیار تیستیز میشه، بسیار تیستیز میشه که شما ببینید که اپکس چطور از سرعت دایلیتیشنش. اگر شما دیدین که اپکس
به سرعت دایلیت میشه، به سرعت دایلیت میشه و یک وقت میرسه که امو اینی رقم یک انیوریزم بسازه. در این صورت باز ما شما میشه که برای این مریض کانسترنت دیوایس پرتیم. کانسترنت دیوایس مثل یک خلطه آره، مثل ازی که یک کانسترکتیف پریکاردیت مصنوعی را جور کنیم برای مریض. در اینجا این خریطه را که برای ازی انداختیم، حالا بوتن که میخواید دایلیت شوید پشت سرش یک مانع است، بوتن نمیتونه در داخل دایلیت شود. پس ما شما از این جلوگیری کردیم که اپکس به این اندازه دایلیت شود که باز ما شما ضرورت پیدا بکنیم که سرجیکال وینترکولر ریزکشن بکنیم یا اندوکاردر ریستوریشن برشان بکنیم. به این مرحله نمیرسه، درست؟ اینی را ما شما پیش بینی کرده میتونیم که اینمی مریض اپکسش با سرعت دایلیت شده میره، عاجل برای کانسرن دیوایس پرتو کی جلوگیری شوه اپیکال بولونینگ سندروم نسازه. برای مریضایی که بوتنشون بسیار دایلیت است، مثلا مریض ایسکیمی داشت، بوتن زیاد دایلیت شد، اینجا لیفلیتایی که به دیگه نمیرسه، اینجا یک فانکشنال ریگوژیتیشن پیدا کرد. اگر شما ریواسکولاریزیشن بکنین و بوتن موشن خود پیدا بکنه، پس ای ریگرج که دیجا است، ای ریگرج نمیمونه که ریورس ریمودلینگ به وجود بیاد، بوتن پس خود جمع بکنه، به خاطر از اینکه یک حجم اضافی است. ای ریگوژیتیشن کته سیستمیک فلو که از پلمونری وین می کته زینا اینجا کمباین میشه، حجم زیاد میشه. ای حجم زیاد نمیمونه که وزن کوچک شوه، بوتین نمیمونه که سایزش کوچک شوه. پس یک سیکل معیوبی هم میمونه، مریض دوامدار از امی رنج میبره، مریض در فیلر میمونه. برای این مریضا پروسیجرهایی که هست مایترال انولو پلاستیس انولوس هست، کوک میزنه کشش میکنه، انولوس یک ذره تنگ میسازه. انولوس که تنگ شد بازی ریگورجیتشن از بین میره. یک دیگه ای که بعضی اوقات این پاپیلری مسل یا خورده تندنی رپچر است، اینی ها را ما شما پیش بینی کرده میتونیم که اینی مریض ایجا خورده تندنیش رپچر است، این باید سرجیکال اپریشن شود. در غیر زوی ریگوژیتیشن اصلاح نمیشه. شما یک مریض را میبینیم مایوکاردال انفرکشن است، دفعتا نمی روزه اول رپچر داد، رپچر داد، این مریض پیش ازی که بوتین اوزین دایلیت شود باید جراحی روان کنیم. یک سیویر ریگوژیتیشن میتی اینجا، این سیویر ریگوژیتیشن با سبب بیزی میشه که مریض تیز در شاک بره، پلمونری ادیم بره، انظار مریض ها بس بسیار خراب است. به خاطر ما شما این را پیش بینی کرده میتونیم کدام مریض بره کدام مریضش نره. خب میم سر خود اسکیمی، اگر مریض رایت وینتریکل انفرکشن پیدا بکنه، رایت وینتریکل انفرکشن خود خودش هم یک جزء اسکیمی است، در جمع اختلالاتش رو میگیره. در جمع اختلالات به خاطر ازی میگیره که انظار مریضایی که رایت وینتریکل انفرکت هستن انظارشون خوب نیست. بوتین چپ که است، اینی بوتین چپ است، درست؟ این اگر ما شما سگمنتایش رو ببینیم، انتیروسپتوم کت انتیروروال، ای از لفت انتیرو دسندنگ آرتری رو میشه، درست؟ انتیرو لاترال پوستیرو لاترال ای از لفت سرکنفلکس رو میشه و ای باقی مانده ازی که انفیروروال است کت انفیرو سپتوم ای از رایت کورونری آرتری رو میشه. سعی کنید اینجا سه شعبه بزرگ شرایین آمده بوتین چپ رو میکنه. اگر در یک شعبه کدام ابسترکشن باشه قوی، مثلا فکر بکنه که لفت انتیرو دسندنگ مکمل بند است، از شروع را بند است، پس اینی سگمنت اکینیتیک است، هم انتیرو سپتوم هم انتیرور، مگر می دیگراش خود کانترکشن داره، یعنی هم هیمودینمی که مریض یک ذره خوب نگاه میکنه. یا اگر مثلا سرکنفلکس تضایق پیدا بکنه، اینی دو سگمنت مشکل داره، اینی سگمنت های دیگه خود جور است. پس بوتین چپ انظارش خوبتر است وقتی که به اسکیمی معروض میشه نظر به بوتین راست. بوتین راست که است
یک کورونری آرتری آمده جدار بطین راست ایروا کده رایت کورونری آرتری رایت کورونری آرتری آمده جدار بطین راست ایروا کده حالی اگر می رایت کورونری آرتری هم بند شوه اینمی جدار هم اکینیتیک شد پس مریض تیز در شاک میره ستروک ولیمی بطین راست تیز سقوط میکنه تیز در شاک میره انتر وینترکول سپتوم که هست ای کته بطین چپ کمک میکنه کته بطین راست کمک نمیکنه پس وقتی که انترونتریکول سپتوم جزء بطین چپ است کته بطین راست کمک نمیکنه بطین راست هم یک جدار داره که اوم از یک شریان ایروا شده از رایت کورونری آرتری ایروا شده پس انظار از این مریضو خراب است در کتاب داخل سابق نوشته بود ولی نمیفهم چی رقم می گفتن که مریضا که انفیرورال انفرکشن داره در یک برسه مریضا رایت وینتریکل انفرکشن هم موجود می باشه این رایت کورونری آرتریس از اینجا استیمی رایت کورونری آرتریس از اینجا شریانی که منشأ گرفته اما اسینودال آرتری است یا این انفندیبولر آرتری که هستنی او از انفندیبولر سپتوم ایسی نو در ایروا میکنه از این قسمت یک شاخه جدا شده رایت وینتریکل آرتریس این شاخه اکوت مارجینال است درست؟ در این جا که هست پوسترور دسندنگ آرتریس در این قسمت پوسترور دسندنگ آرتریس که بازی میره در پوسترور انتر وینترکول سلکوس او جا انفیرورال بطین چپ ایروا میکنه درست؟ شراین کورونری آرتری که هست در هر چقدر که دور میره اما قدری نازک شده میره در پراگزیمال سایز شراین یک ذره زیادتر است هر قدر که دستال میره اما قدر باریک شده میره در اینجا اگر پلاک اتروسکلروتیک با وجود بیه تا که بسیار بزرگ نباشه شریان دیگه بند نمیشه درست؟ اگر به میسایز یک پلاک اتروسکلروتیکی که دیگه با وجود آمده اگر دیگه قسمت با وجود بیه پس این منطقه را کلشه بند میسازه درست؟ در رایت کورونری آرتری دیگه قسمت هم پلاک های اتروسکلروتیک هست امکان داره باشه مگر هم شریان سایزش بزرگ است اینجا بندش به وجود نمیاد رایت وینتریکل فری وال که است از اینجا ایروا میشه از اکوت مارجینال است ایروا میشه از اینجا از رایت وینتریکل آرتری ایروا میشه و ایوینودال آرتری هم دمیج است درست؟ پس واقعات رایت وینتریکل انفرکشن که است واقعاتش بسیار در نادرات است بسیار در نادرات است شما اگر هزار مریض ببینین شاید یک هزار مریض سه چهار مریض رایت وینتریکل انفرکشن ببینین دیگه مریضا فری انفیرورال انفرکشن است مگر هم رایت وینتریکلشون خوب است انفیرورال انفرکشن که است واقعاتش بسیار زیاد است نظر به لفت وینتریکل که شما جستجو بکنید نظر به انتریور و انترولاترال واقعات انفیرورال انفرکشن زیاد است این خواست بخاطر ازی که این شیریان رایت کورونر که آمده در قسمت های آخریش وقتی که شریان بسیار باریک است در او قسمت باز پوسترور دسندنگ منشأ گرفته که این فیرورال بطین چپ باز ایروا میکنه ایجا تضایقاتی که بوجود میه مثلا بندش در ایجا بوجود آمد رایت وینتریکل در ایجا مسون مانده رایت وینتریکل وقت انفرکت میشه که شریان در این قسمت ها بند شده باشه در این قسمت های پراگزیمال در این قسمت ها مکمل بندش باشه که باز رایت وینتریکل همکتش مسابه اسکیمی شود پس واقعات رایت وینتریکل انفرکشن که است بسیار واقعاتش کم است نظر به او چیزایی که در کتاب های داخل نوشته میکنم خب رایت وینتریکل وقتی که اگر کورونری آرتری در پراگزیمال بند شود فری وال رایت وینتریکل مسابه اسکیمی شود و این جدار انتر وینتریکل سپتوم که تیزی کمک نکنه پس چی گپ میشه؟ پلمونری آرتری فشارش است مثلا دیجه فشار از 20 یا 30 رایت وینتریکل جدارش ضعیف شد اکینیتیک شد
یکی اکینیتیک شده اینا سیستول کردن نمیتونه. سیستول که کردن تونست داخل سیستول حجم زیاد میمونه. حجم که زیاد مون دی حجم زیاد بوتین دایلیت میشه. یک والیوم اوورلود به وجود میاد. بوتین بسیار تیز دایلیت میشه. در مریضایی که رایت وینتریکل انفارکشن هستن شما بوتین راستش رو نمیبینی که بوتین راست بسیار زیاد دایلیت شده. بسیار با سرعت دایلیت میشن. مریضایی که لف وینتریکل انفارکشن داره بوتینشون ریمودلینگ پیدا میکنه دایلیت میشه مگر بسیار دیر بود. بسیار کمتر دایلیت میشه. پس مریضایی که رایت وینتریکل انفارکشن است شما این طریق یک منظره رو میبینید. بوتین راست سیویرلی دایلیت یا دایلیت جدارش اکینیتیک پس آنها باز ایجا رگوریتیشن به وجود میه یا اوزین نمیتونه خونی خود تخلیه بکنه مکمل چون ایجا در این سیستول خون میمونه اوزین که خونی خود تخلیه کده نتونست باز اوزین هم دایلیت میشه پس مریضایی که رایت وینتریکل انفارکت هستن جدار ما شما اکینیتیک میبینیم و ساعت با ساعت که این مریضا رو تعقیب کرده میری میبینی که بوتینشون دایلیت شده میره حالا برای کتی دو چیز ما شما باید در تشخیص تفریقی بکنیم رایت وینتریکل انفارکشن یکی کتی مریضایی که اکوت کورپونومونال دارن اونا هم چسپن دارن تغییرات سی جی داره درست و رایت وینتریکلشون دایلیت است جدارم نازک است و اکینیتیک است این وال موشن اب نورمالیتی در مریضایی که کورپونومونال هستن چی که کرونیک باشه چی که اکوت باشه درست در دویش جدار اکینیتیک و اپوکینیتیک معلوم میشن جافوم دایلیت است پس یک چیزی که بسیار کمک کننده است دیست که ترایکاس پرگوجیتیشن رو میبینیم ما شما از روی ترایکاس پرگوجیتیشن فشار رایت وینتریکل تا این کده میتونیم در مریضایی که کرونیک کورپونومونال است یا اکوت کورپونومونال است در اوجه فشار بوتین دفتن بالا میره رایز میکنه درست؟ فشارشان بالا میره ترایکاس پرگوجیتیشن ویلوسیتی بلند رسم میشه در مریضایی که رایت وینتریکل انفرکشن است دیجه خب فشار بالا نمیره در رایت وینتریکل فشار که بالا نرفت بوتین دایلیت است مگر فشارش بلند نیست فشارش پایین است پس اینجا شما که کانتینیوس ویف دوپلر هم اندازین موجه تو کوچک رسم میشه این نشان از این میته که این موجه رو شما میبینی شاید 2 متر باشن شاید 1.5 متر باشن درست؟ پس وقتی که شما پیدا کرده که رایت وینتریکل فشار پایین است پس این سیسکیمیسته این کورپونومونال نیست ترومبو امبولیزم نیست این مریض درست از روی ازیم شما تشخیص تفریقی میکنیم وال موشن اب نورمالیتی مدار اعتبار نیست هم دا کورپونومونال و هم دا اسکیمی در دوش جدار وال موشن اب نورمالیتی داره یک چیز دیگه که ما شما او رو باید تشخیص تفریقی بکنیم او اریتموجینیک رایت وینتریکولار دیسپلازیا است در اریتموجینیک رایت وینتریکولار دیسپلازیا یک قسمت مایوکارد عضلش به شهم تبدیل میشه به نظر فایبروز تبدیل میشه و این قسمت که شهم تحسس کرده او خود تقلص نداره مثل عضل اوله اکینیتیک معلوم میشه یا یک قسمت که به فایبروز تحول کرده این فایبروز خود تقلص نداره پس یک ریژینال وان موشن اب نورمالیتی را پیش از مریض ما شما میبینیم فقط با تفاوت ازی که در مریضی که اریتموجینیک رایت وینتریکولار دیسپلازیا داره اینا نقاط موضعی اکینیزیا و اپوکینیزیا دارن مثلا این نقطه سعی کنین این نقطه را فکر بکنید که فایبروز است اکینیتیک است این چه جور است چه باز مشکل داره داله که در مریضی که انفارکشن است یک دفعه شریان که از پراکسیمال بند شد از اینجا که بند شد باز مکمل امیجدار باید اکینیتیک باشه که تیزی فرق میشه یکی دومی که مریضایی که اریتموجینیک رایت وینتریکولار دیسپلازیا داره اینا یک تاریخچه بسیار طولانی داره هر دفعه اینا که یک وینتریکولار تاکیکاردی و پریماچور بیتای وینتریکال وینتریکولار فیبریلیشن که تیزی چیزا دوامدار مراجعه میکنه پیش دکتر همیشه از یک پالپیتیشن شکایت میکنه از اریتمیا شکایت میکنه یک پاروکسیزمال وینتریکولار تاکیکاردی شکایت میکنه از تاریخچه‌شون که پرسان بکنین اونا یک پالپیتیشن است از دیر زمانه مریض انفارکشن که است خود دفتن یا آدم یک روز دو روز یا 3 روز مریض چسپن پیدا کرده یا اسرت تنفس پیدا کرده پیشت مراجعه کرده تاریخچه بسیار کوتاه مدت است از روی تاریخچه میتونی که تشخیص تفریقی بکنی که کدامش انفرکشن است کدامش اریتموجینیک رایت وینتریکولار دیسپلازیا است البته دایکو بسیار مشکل است برای ما شما دایشکو مشکلش دایست که ایام ریژینال والموشن هم نرمالتی داره مریضای انفرکشن هم داره اردویش
wall motion abnormality dara. Direct myogenic ventricular dysplasia kas. Dawam butain dilatus, the ischemia butain dilate mission. Dawam fishar butain normal as direct myogenic right ventricular dysplasia. Damage ischemia fishar right ventricle normal as. پس چیزی که تشخیص تفریقی میکنه مریضی که مشکوک شدی مجبور انجیوگرافی روان کنی انجیوگرافی روان کنی که دوج انجیوگرافی شوه باز راج کرونری را برد بگوی که یو جور است که باز فکر بکنی طرف اریتموجینیک رایت وینترکول دیسپلازیا اینی تشخیص تفریقیش بود بین پلمونری ترومبوئمبولیزم و بین اریتموجینیک رایت وینترکول دیسپلازیا و رایت وینترکول انفرکشن